هست یه نکته امروز گفتم خیلی همین بحث بگم که چند وقت دقیقه بیشتر نمونده یه سوال آخرم خواهم کرد ولی بفرمایید بله همین جمله که گفتن اخیرا دو مرتبه امریکا گفته جمهوری اسلامی تا سال 2013 نمیتونه دسترسی پیدا کنه به غنی شده جدی که برای بعد هم نکته دیگه که گفتم اگر نمیکنیم به خاطر اینه نکته دیگه شما اینه که میگم برفض بریم و به توافقی برسیم میخوام معلوم نیست فرض کنیم بریم به توافق بشه که اینا بگه من قطع میکنم معلومه ایشون باشه دو ماه بعد طرف ما کیه اینم یه مسئله شون اصلا اساس مسئله شون اینجاست به نظر من خب در چند دقیقه که مونده میخوام که کلا فکر میکنی که این سیر اوضاع رو حالا نمیشه پیش بینی کرد ولی فکر میکنی که تو این حالت که باقی نمیمونه خب انقلاب داره جلو پیش میره در چند جمله فکر میکنین که اوضاع به کدوم سمت میره آیا فکر میکنین که این ریزش جمهوری اسلامی به چه شکل میبینین اگه تا حدی که میشه صحبت کرد این سوال هم از شما هم داره به نظر من قبلا هم بارها اینجا روی همین صحبت کردیم به نظر این انقلاب دیگه قابل به اصطلاح عقب روندن نیست این حکومت با این شکل نمیتونه ممکنه خامنه‌ای بزن کنار احمدی‌نژاد هم بزن کنار یه فرجه ای اونم تازه یه مهلت هم خیلی محدودی برای خودشون بخرن ولی جز اون راه دیگه ندارن به نظر این سرکوب ها رو امتحان کرده به جای نرسیده از نظر به صلاح فنی میتونه بره اینو بارها من گفتم به جای تاکید انداز با مسلسل مردم به گوله ببنده ولی این یعنی دیگه سه روز دیگه هم سر کار نیستی شما خود یک رهبر فرمانده نیروی پاسداران هم هفته پیش اعلام کرد گفت باتون دیگه اصلا نداره و خیلی گله کرد از این رسانه همه دنیا میبینه و بعد تو کار دیگه بکنیم به نظر من اگر سرکوب ازش بگیرید یعنی دیگه کار نمیتونه بکنه اگر نمیتونه سرکوب کنه که مثلا از نظر سیاسی نمیتونه از نظر سیاسی حکم مرگشه ممکنه مثل یه حیوانی که گیر افتاده بالاخره بینم دست ببره ولی دیگه یه هفته دیگه است به نظر اگه بره یه چیزی مثل میدان ژاله زمان شاه درست کنه و اگر این رو منتفی بدونیم که مثلا به طور واقعی منتفیه یعنی این حکومت دیگه نمیتونه بمونه حالا معنیش اینه که تماما جارو میشه و جمهوری اسلامی کلا میره این تلاشی که از ما داره میکنه معنیش این بشه بالاخره یه نیروی سیاسی بعد پرچم بلند کنه و از اون مدت از این پرچم بلند کرده ولی حتی این رم بذاریم کنار این حکومت موندنی نیست و حداقلش اینه که به نظر من در ضرب اول ولی فقیهش و این کابینه فعلی باید سرنگون بشه کنار زده بشه و این اتفاق هم بیفته یعنی اون وقت با سرعت خیلی بیشتری بقیه جمهوری اسلامی هم فرو میزه به نظر سیر محتمل به معنی 99% به نظر من این هست خیلی فهمم خیلی خلاصه بگم معضلات دولت احمدی نژاد تازه الان شروع میشه به نظر من بعد از اینکه اعتراض ها و فلان اینا رو پشت سر گذاشتن آمن دادگاهشون شروع میکنن قرار مثل یه دولت نرمال شروع کنه از فردا ولی این روزانه مسئله روزشون اینه که دیگه سرکوبش توی خیابونه که داره اصلا خسته میشن اداره چی تولید چی این مسائل الان توی دستور حتی خود این حکومت فکر کنم نیست به این معنا شمارش معکوس به نظر من برای جمهوری اسلامی شروع شده و چون یک ذره شمار نشانه از این که حرکت مردم فروکش بکنه برای این مسائل نه تنها نمیبینی بلکه جریتر میشه بلکه اعتراض کارگرها شروع شده بلکه متشکل شدن مردم داره شروع میشه شعارا داره تندتر میشه جناح اون طرفی ممکنه یکمی به حال بره کنارتر مردم دیگه به اصطلاح مستقیمتر علیه کل این حکومت به نظر من در آن خودش رو تقویت میکنه و آماده میکنه به همین دلیل من فکر میکنم شمارش معکوس افتادن رژیم داره شروع میشه و نقش مهم من به حال که وقتی میگیم مردم حس کنیز کارگریه و این حس قبلش یه جمعه فقط شما گفتین انقلاب این حس غافلگیر نشد به خاطر این که از چند سال پیش صحبت انقلاب رو کرد و برایش کار کرده و امروز روز ماست و روز مردمه و در نتیجه برای پیروزی به اسلام مردم و پیروزی این حزب و پیروزی انسانیت علیه این حکومت اسلامی داریم تلاش میکنیم و باید سریع به سرانجام برسیم خیلی مستحصه از شفاره برنامه و همه توایی که شکر کردیم توی این میزه گرد و از شما عزیزان که این برنامه را دنبال کردیم من بهرام سروش هستم و با
براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو میکنم.